حميد. درود مجدد. من خواستم یه قربان تو خسته نباشی. خواستم یه چند نکته رو بگم در رابطه با همون ادامه زبان. من اون موقع وقت نشد خواستم ادامه بدم، گفتم اگه باشم ادامه شو بگم. یه خواستم دو تا کلمه رو با هم بیشتر بررسی کنیم. یکی کلمه ستایش و دیگری پرستش هست. کلمه اول که من ستایش هستش، یک کلمه ابتداییه برای رسیدن به پرستش. ما نمیتونیم همین جوری کلمه پرستش رو داشته باشیم. پرستش برای اون زمان یک کلمه خیلی بزرگی بوده. رسیدن به این کلمه کار آسونی نبوده. من میخوام که بچه ها و همه شنوندگان شما هم به این کلمه توجه داشته باشن که ما قبل از رسیدن به کلمه پرستش حتما کلمات دیگه رو داریم و کلمه قبل از پرستش مسلماً میتونه به نظر من کلمه ستایش باشه. من خواستم نظر شما رو یکم به این کلمات و این چیزایی که از دهان ما بیرون میاد و از این زبانمون که استفاده میکنیم جلب بکنم. یکی از چیزهای دیگه که مسلمان‌ها همیشه دارن میگن، در ببینید، کلمه اکبر هستش. کلمه اکبر معنیش بزرگتر هستش. توجه داشته باشیم، ما برای اینکه یک چیز ناشناخته، بزرگترین، نه بزرگتره، بزرگترین نیست. من هم فکر میکردم که اول این بزرگتر باشه نه بزرگترین، ولی این به معنای بزرگتره. اونطور که ما عربی رو خوندیم، اونطور که در لغتنامه ها وجود داره، این به معنی بزرگتره. و اگر ما این رو به عنوان همین بزرگتر بپذیریم، چطوریه که در شناسوندن یک خدا دارن از اکبر استفاده میکنن؟ این به معنی این که این ختم به اصطلاح خدایان نیست و ممکنه که بعد از اون هم خدای دیگری باشه که اون بزرگترینه. من خواستم اینو اینجا یه چیزی باز بکنم. در کتاب تورات هم ما از کلمه یهوه استفاده میکنیم. کلمه یهوه اینطور که در برگردانش استفاده شده، به مفهوم هستم آن که هستم، بودم آن که بودم. اگر ما اینها رو بیایم جمع‌بندی بکنیم، میتونیم به مفهوم همیشگی برسیم. همیشگی، ابدی. اما در دین اسلام این دقت به شدت کاهش پیدا کرده. ببینید، وقتی که ما از زبان، از گفتگوی یک جامعه با همدیگه و از پیشرفتگی صحبت و گفتگو صحبت میکنیم، همینه. اگر جامعه‌ای در ابتدای گفتگوی خودش باشه، دینش در این اشکالات میفته، یعنی باورهای اونها، اعتقادات اونها به اینجا میرسه. اصلا اینها مفهوم پرستش رو ابتدا پیدا نمی کنن. من فکر کنم خیلی داریم به کلمات زیادی حساسیت نشون میدیم. کلمات خیلی مهمن. کلمات از ابتدا عهد مردم بر کلمات آره بوده. آره، ولی کلمات میتونن عوض شن. منظورمون یه چیز، یه کلمه ممکنه در زبان فارسی، نه بذار، نه همین جور میخوام همین میگم... چیزی که گفتی رو باید بگم. ما در زبان فارسی امروزی، ببینید، توجه بکنیم، ما چقدر از همین زبان فارسی در فارسی امروزیمون استفاده میکنیم. میخوام توجه شما رو جلب بکنم که ما حتی نتونستیم برگردیم به فارسی و حد اکثر کلمات رو استفاده کنیم. میخوام این توجه شما رو کنم. من به نظرم بیشتر عربی استفاده کنیم که حساسیت زدایی بشه به این عرب ستیزی. نه برای حساسیت. ما برای حساسیت کار نمی کنیم. ما برای فهم کار می کنیم. ببین کلمات یک ابزارن. خب؟ بذار من صحبت کنم. خب منم یه اجازه بده همینجا. کلمات یه چیز مقدسی نیستن که مثلا چون که اینجوری از ابتدا مثلا از خدا وحی شدن، میگه یک خدای اومده من این کلمه رو برای شما آوردم که اینجوری استفاده کنی. اینجوری استفادهش نکنی، یا باید اینجوری استفادهش کنی که من میخوام.
نه ما این کلمه رو خودمون از هیچ ساختیم. خب انسان کلماتو از هیچ ساخته، دلش هم بخواد میتونه فردا یه جور دیگه استفادهش کنه. خب دلش هم بخواد فردا میتونه اصلا استفادهش نکنه، دلش هم بخواد فردا ممکنه بیه یه کلمه بیگانه رو بیاد بگه این قشنگتره من اینو استفاده میکنم، میتونه کلمه‌شو بده به یه کشور دیگه، یه کلمه از یه کشور دیگه بگیره، ممکنه اصلا یه کلمه رو یه جوری استفاده کنه که دقیقاً برعکس اون چیزی باشه که قبلا اولش معنی داشت. خب یه کلمه این معنی رو داشت، 10 سال میگذره ممکنه بگیم که ما میخوام حالا اینجوری که استفاده میکنیم اصلا دقیقاً برعکس اونجوری که بوده، هیچ اشکال نداره. این ابزار، این ابزار کاربردش بر اساس اون چیزی که به شما سود میده هر چیزی دوست داری استفاده کن. هیچ چیز مقدسی نیست که ما باید بگیم که این اینجا اولش منظورش این بوده، برای همین اینجا هر موقع این استفاده کنیم حتما اون معنای اولیش اینجا داره این معنی رو، بدون که ما ناخودآگاه داره پخش میکنه بدون که ما بدونیم، ولی باید حواسمون باشه که اون معنی اولیش رو ما اینجا داریم گسترش میدیم بدون که حواسمون باشه. نه، تو اگه منظورت اینه حالا معنی اولیش دیگه اصلا مهم نیست، منظورت اینه. اگه همه براش کسایی که دارن گوش میکنن میدونن تو منظورت چیه، این مهمه. خب من به این نقد دارم، برای اینکه ما بتونیم به کسی به متقاعدش بکنیم که به پرستیدن برسه، باید از بار معانی درست استفاده کنیم، نه معادل. ما نمیتونیم بیایم مثلا کلمه یه دیگه ای رو حذف بکنیم و اون وقت بار مفهومی رو چطور به اون برسونیم. وقتی که ما یک مفهومی رو از دست بدیم، انتقال اون مفهوم چطور ممکنه؟ این رو من میتونی توضیح بدیم؟ تا وقتی که ما قبول داشته باشیم که مفهوم جدیدش چیه، هممون با هم قبول داشته باشیم، خب این کار کاربردش خواهد داشت. خب ببین مثلا ببینیم کلمه سرعت و شتاب، خب این دوتا کلمه قبلا یه معنی داشت یه زمانی، خب و یه نفر اومد نیوتن گفتش که نه ما سرعت رو برای این استفاده میکنیم، شتاب حالا برای این، اینا با هم فرق داره. و گفتیم اه خب این معنیش اینه، این معنیش اینه، خب این حالا کاربردش بیشتره اگه اینو برای این استفاده کنیم، اینو برای اون استفاده کنیم. خب برای داریم. همین مهمه کاربورد... برای اینکه دید به ما میده، برای اینکه فهم به ما میده، برای اینکه ما وجه تمایز رو کلمه میم میکنه. ببین کلمه میم مثلا یه معنی داشت که مثلا ریچارد داکینز اومد کلمه میم رو معرفی کرد، یه معنی خاصی داشت تو دنیای زیست و تو دنیای جامعه شناسی. خب دنیای اینترنت اومد کلمه میم رو برداشت، اصلا یه چیز کاملا جدیدی ازش ساخت که هیچ ربطی، یعنی یه مقدار ربط داره البته، ولی خیلی فرق داشت با اون چیزی که مثلا ریچارد داکینگ منظورش بود از کلمه میم. من میتونم حتی ساده تر از اینو بگم، ما الان توی چشای خودمون خیلی از مزه ها رو نتونستیم بیان کنیم، بلکه به تازگی مزه پروتئینی گوشت به نام یومامی به وجود اومده برای اینکه گفتش این مزه و به عنوان پنجمین مزه معرفی شده. ببینید وقتی که ما میخوایم از یک مفهومی جدا بشیم، این برگشت ماست نه پیشرفت ما. ما میتونیم برگشت بکنیم، اشکالی نداره اگر ما میخوایم برگشت بکنیم، اما اگر میخوایم پیشرفت بکنیم و تفاوتها رو بسنجیم و عبور بکنیم از یک چیزی حتی به باریکی سوزن و راه دقیق تر و نقطه زن باشیم، چاره ای نداریم تا اینکه از مفهوم هر چیزی که درسته استفاده کنیم. نمیتونیم همه چیز رو معادل بگیریم. اگر قبول دارم، من قبول دارم پایش با پرستش گم میشه. خب ببین درسته، من اینو قبول دارم، ولی بعضی موقع ها بعضیا خب میگن که الان دارن همه یه جور دیگه مثلا کلمه پرستشو جوری که استفاده میکنن، این معنی اولیه این کلمه نبوده. خب مثلا میدارن میگن پرستش، ولی حالیشون نیست که با پرستش موقعی که این کلمه ساخته شد معنیش این بوده. خب ولی من به شما میگم همین جان، امروز اگه همه دارن کلمه پرستش رو اکثر موقع یه جور دیگه استفاده میکنن که یه معنی دیگه داره، شما باید قبول کنید که دیگه معنیش عوض شده. نمیتونیم بگید که نه چون معنی اولیش این بوده باید همه حواسشون باشه که وقتی دارن میگن پرستش منظورشون اینه. نه دیگه، الان دیگه تو وقت اگه من دارم میگم پرستش منظورم اینه و مثلا محسن و نیلوفر تو لایف چت هم دارن منظورشون اینه، دیگه این که معنی اولش این بوده چی بوده جالب هستا، ولی ما دیگه الان هممون یه معنی دیگه برای این قرار برای مقابل قبوله، و دیگه شما بیاین حساسیت نشون بدین که یه چیز دیگه بوده خیلی اهمیتی نداره برای ما. من نمیخوام بگم اینا بوده، میخوام بگم هست، هنوز همین دو کلمه مفهومش از هم به طور کلی جدا هستش.
کسی نمیتونه. آیا شما کسی خب. سراغ دارین خب که این دو رو یکی در نظر بگیره؟ خب ها نه ببین من خب آخه خب پس این چه مشکلی که شما میخواین حل کنید؟ من وقتی میگم پرستش، کلمه‌ای که به نظرم میرسه ورشیپه، خب یعنی خدا پرستی مثلا، یعنی یه چیز یه خدای یه ماورا یه چیز قدرتمندی رو دارین فقط برای اونم میشه پرستش کرد. خب البته من میدونم پرستش معنی دیگه داشته یه زمانی، خب مثلا فکر کنم مراقبت یعنی یه معنی دیگه مثلا پرستاری بوده. خب پرستش هم مثلا پرستش معنی اولیه‌اش یه چیز مثل پرستاری بوده ولی الان دیگه اون معنی رو نداره. و ستایش رو فقط به خدا، ستایش رو میتونی به مادرت بکنی، میتونی به یه نفر برات یه چای آورده ازش بخری. آفرین. خب آفرین. خب اینو همه میدونن دیگه، این چه مشکلی داره؟ خب اون موقع شما مادرت رو نمیپرستی، شما داری مادرت رو ستایش میکنی. درسته، ولی بعضی موقع به طور سیمبولیک مثلا من ممکنه بگم یه نفر رو میپرستم. خب مثلا فرض کن من عاشق یه نفرم، خب من بگم که من فلانی رو انقدر میپرستم. خب بله شما از ستایش گذشتی. آره نه، ولی اون موقع ما میدونیم که این یه متافوره، این واقعا پرستش. مثلا من معبد برای ایشون نساختم. خب من مثلا فرض کن من عاشق یه دختریم، من میگم من مثلا فلانی رو میپرستم. خب ولی حمید میدونه که من واقعا نمیپرستمش، من فقط عاشقشم. اگه میپرستیدمش میرفتم مثلا روزی 5 بار نماز میخونم به اسمش، یه معبد درست براش میساختم، دور معبدش 7 بار هر روز میگشتم، یه همچین حالتی میشه. خب یعنی بعضی موقع اینا رو دیگه هم میدونیم دیگه. دیگه حالا اگرم نمیدونیم معنیش اینه که حتما کاربرد نداره، میرازم چه یعنی یه کاربرد جدید داره. من برای همین به زبان به نظرم به طور ارگانیک بذارین هر جا میخواد بره، انقدر مثلا یک قانونه عجیب غریب براش نذاریم. ببینید الان هم تو دنیای اینترنت تو همه زبونا خیلی شدیدتر داره عوض میشه. خب یعنی ما میام میگیم که این کلمه معنیش اینه، این کلمهش معنیش اینه، یه چیز معنی این کلمه ها یه زمانی مثلا هر 50 سال عوض میشد، الان هر 2 سال داره همه چی معنی های جدید پیدا میکنه. یعنی اگه ما میخوایم حساسیت بدیم نشون بدیم که بگیم این کلمه معنیش اینه، فقط اعصابمون یعنی حساسیت بخوایم نشون بدیم که همه درست استفاده کنن، همچین کسای اعصابشون تو دنیای اینترنت به شدت خرد خواهد شد. یعنی چون همه چی این کلمات خیلی سریعتر کاربردشون عوض خواهد شد. من میپذیرم، معذرت میخوام، من میپذیرم در گفتگوهای بین مردمی در سطح عموم یا پایین مفهوما جابجا استفاده میشه، اینو میپذیرم، سختگیری و عبور از سختگیری نکردن و عبور از دقت رو میپذیرم. اما اگر کسی قصد داره بنایی بکنه و بر روی اون بنا بایسته و به درکی برسه، چاره جز این نداره که این برای اینها مرزبندی قائل بشه. خب این مرزها رو من دارم میگم خیلی سفت و سخت نکشین، برای اینکه اگه میخوام برای اینکه ما الان وارد دنیایی شدیم که کسی منتظر ما نمیمونه که کلمات جدید رو یاد بگیریم. خب من میگم این مرزها رو بکشین، ولی فردا اگه کسی اومد، یعنی مرزها رو باید حاضر باشین خیلی راحت هم عوض کنین، میدونستم چه؟ یعنی یه مرزهایی که دور کلمه میکشین فردا یه جور دیگه استفاده شد، باید این قابلیت رو داشته باشین که این کاربرد جدید این کلمات رو یاد بگیرین و تکامل پیدا بکنین با جامعه‌ای که خیلی شدید داره روش بیانش انقدر شدید عوض میشه هر روز. بله من میخواستم یه کلمه شهادت رو هم اشاره کنم و بعد از اون برم سراغ یه چیزی که در کتاب عهد عتیق گفته شده و مسلمان‌ها به اعتقاد به این دارن که ابراهیم به سمت مکه اومده. اگر ما بیایم اینو در گوگل ارت ببینیم که آیا میتونیم بپذیریم که ابراهیم این مسیر به این طولانی رو کوچ کرده؟ نه خیلی باورش خیلی سخته. من به خاطر همین من میخواستم دعوت بکنم از دوستان، حتما اگر که میخوان با کسی صحبت بکنن اینها رو به اینا نشون بدن، این فکت ها. شاید اون روز این نمیتونستن اینا رو نشون بدن، ولی امروز روز من با هر کسی که بخوام صحبت بکنم با نشون دادن چند تا از این فکت های غیر قابل رد کردن به سادگی میشه اینا رو نشون داد. ببین درسته، ولی یه چیزی گم بگم، این اتفاقا یکی از
کلک های خیلی نابغه، یعنی این خیلی زرنگ بازی بوده از اسلام. خب یعنی شما نیا کنین، البته نه از به طور آگاهانه، ابراهیم رو آوردن اینقدر پایین از اون بالا، از اون اردن و سوریه و اینا آوردنش توی عربستان، واقعا از لحاظ افسانه سازی خیلی کار زرنگی بود. نمیدونم کی این کارو کرد، فکر کنم همون خلیفه امویان به این کارو کردن. ولی ببین اگر محمد بود، خب که همچی کاری کرد، محمد یه نابغه بود از لحاظ افسانه سازی. برای اینکه داستان محمد اگه نگاه بکنین، داستان متحد کردن دو گروه بود. خب محمد هم باید خریدار پیدا میکرد از دینش بین عربای مشرکین و کسایی که خدایان دیگر میپرستن، خدایان عرب رو میپرستیدن، خدایانی که توی اون زمان تو عرب خیلی رواج داشت اونا رو میپرستیدن. اینا یه گروهی بودن که باید به اونا داشت دینی میساخت که اونا رو برای اونا جذابیت داشته باشه، ولی یه دینی ابراهیمی هم داشت میساخت. خب این دینش به شدت ابراهیمی بود و این بین عرب یه مشکل، یک فروختن این افسانه، این عقاید به عربی که عقیده دینشون ابراهیمی نبود و تعصب داشتن به عرب بودن، به عرب بودن عقایدشون، یه کار سختی بود. خب یعنی بین عقاید محمد بین عرب اون زمان یک عقیده بیگانه از یک جای دیگه، از مثلا اسرائیل و یک دین ابراهیمی که هیچ ربطی با این عربا خیلی نداشت، خیلی مشتری نداشت. خب متحد کردن عقاید ابراهیمی با عقاید عرب کار خیلی سختی بود و چیزی رو که محمد ها یا خلیفه های اموی بعدن، ما نمیدونیم کی مسئولیت این افسانه ها رو داره، کار زرنگبازی که در آوردن این بود که این کعبه که خود شهر مکه که مرکز تعصب عرب اون زمان بود، اینو یه جوری باید وصل میکردن با افسانه های دینای ابراهیمی. خب برای اینکه نماز خوندن به طرف اورشلیم خیلی، یعنی ما حتی، یعنی خیلی واضح انقدر این دین بیگانه است که ما اصلا داریم به یک کشور، به یک سرزمین بیگانه اصلا با اون طرف هم داریم دعا میکنیم. یعنی یک چیزی که محمد باید میداد به این عرب، اولش سعی کرد سه تا دختر الله رو بهشون بده که اینا خدایان عربا بودن، ولی این خیلی با توحید اسلام خیلی تناقض انقدر داشت که اون آیه های شیطانی شدن، اونو نداد دیگه. ولی مکه رو باید میکرد مرکز دینش به جای اورشلیم. برای اینکه این کارو بکنه، افسانه این که ابراهیم از اون بالا اومده پا شده این همه پایین، بچهش، خب بچهش، اولا به جای اینکه ایزاک به فارسی چی میشه؟ ایزاک؟ ابراهیم دوتا پسر داشت، درسته؟ بله، اسماعیل و اون یکی هم اسحاق. خب اسحاق پدر همه یهودیانه، درسته؟ بله بله. اسماعیل پدر همه عرباس. خب داستان اولا جوری عوض شد که به جای اینکه پسری که قربانی داشت میشد به خدا، یهودیا میگن اسحاق بوده. اسلام عوضش کرد که پدر عربا باشه. و داستان، ببین خیلی زرنگ بازیه، برای اینکه داستان اسلام به شما اینو یاد میده که داستان یهودیت اینو به شما یاد میده که ابراهیم به هیگار مادر اسماعیل و خود اسماعیل رو انداخت از خونه بیرون به خاطری که سارا گفت اینا رو بده. تو صحبت بعدی اینجا برسن. بذار خب من اینو بگم بعد میذارم تمس، این خیلی برای من هیجان داره. خب ببین، ولی داستان یهودیت بعد اضافه نکرد که بعدش چه اتفاقی افتاد. یعنی یک خلأ بود، یک تو این داستان یک ابهامی وجود داشت که اسلام اومد دقیقاً همون قسم خلأ داستانو پر کرد. یعنی یک واقعا فرصت عالی بود برای دین اسلام که این داستانی که اسماعیل خب کجا رفت، چی شد وقتی که ابراهیم انداختش از خونه بیرون، گفت خب ما میاریم این اسماعیل از اون بالا میاریم، اومد تا مکه و محمد به عرب گفتش که این کعبه رو ابراهیم و پسرش ساخته،
این چیزی که همش اینقدر ما تعصب داریم بهش، همه عربا دورش میگردن و اینا، اتفاقا مدیون ابراهیم هستیم که این اینجا هست و پسر ابراهیم، و ابراهیم با همین رو اینجا ساختن. یعنی اینو کرد، وصف کرد به دین ابراهیمی ها. این خیلی کار زرنگی بوده که بتونه ادیان عرب باستان رو وصف بکنه به دین ابراهیمی یهودی ها و این دوتا عقیده رو به هم بچسبونه. خب بگو، من زیاد صحبت خواهش میکنم. دقیقا من میخواستم به همینجا برسم که چقدر خوب مسلطی و به این مسائل داری تاکید میکنی. من میخواستم اتفاقا به گواهی، ببینید در دین اسلام به کلمه گواهی یا شهادت داره تاکید میشه. این به خاطر این که در دین قبل از اون که دین ابراهیمی بوده این کلمه وجود داشته. ما گواهی ها و خود خداوند به اینها گواهی هایی میداده و میگفته که من با شماها عهدهایی خواهم بست. ببینید وقتی که ما عهدها رو دونه بدونه به دنبال میکنیم، به هیچ وجه به اسماعیل نمیرسیم، بلکه اسماعیل پسر رانده شده بود و اینها در جنگ بودند. اونطور که در کتاب عهد عتیق گفته میشه اینا با هم در جنگن و احتمال از بین رفتنشون بسیار زیاده، به خاطر اینکه در صحرای و در خشکی و در بیابونی زندگی میکردن که مجبور به جنگ با هم بودن به خاطر غذا، نه به خاطر چیز دیگه، به خاطر حیات خودشون، و اینا نمیتونستن اصلا به اون مسیر پایین برسن. بنابراین وقتی که ما داریم از این کلمات استفاده میکنیم، ببینید الان آرمین جان چقدر اینجا دقت نظرت بالا رفت به خاطر این کلمات و این گواهی ها و این مسیری که دنبالش کردیم. من به خاطر همین وقتی که میخوایم به یک چیزی برسیم به نام باور، به یک درک، بنابراین اون کلمات، اون گفته ها اونجا بسیار اهمیت پیدا میکنن، برای اینکه ما میخوایم به یک دنیای ناشناخته وارد بشیم. ما نمیخوایم در دنیای شناخته با همدیگه کنار همدیگه هستیم صحبت بکنیم، اون درک میکنه من که دارم الان چی بهش میگم. ما داریم در مورد دنیای ناشناخته ها باید با کلمات آشنا باشیم و اونا رو به درستی بشناسیم. خیلی من حرف تو قبول دارم همین جان، درست داری میگی. ببین ما وقتی داریم از کلمات استفاده میکنیم، اگه حساسیت نشون بدیم به اینکه این معنی این کلمات چه، اتفاقا این حساسیت خوبیه. تا وقتی که این حساسیت باعث این نشه که ما قبول نکنیم که این کلمات میتونه معنیش عوض بشه. معنیش هم عوض شد، ما میتونیم معنیای جدید رو قبول بکنیم و بعد حساسیت نشون بدیم که حالا معنی جدید چی هست. خب یعنی ما میتونیم این حساسیتی که ما داریم، دقیقاً چی میگی، منظورمون از این کلمات چیه، این حساسیتیه که من قبول دارم کاربرد داره، ولی معنیش نیست که ما نباید قبول بکنیم که این دیروز یه معنی داشت، امروز یه معنی داشته، امروز یه معنی جدید ممکنه داشته باشه و ما میتونیم خیلی به جزئیات با هم دقت بکنیم که حالا معنی جدیدش و کاربرد جدیدش چیه. دقیقاً. خیلی ممنونم از این وقتی که دادی من تونستم صحبت بکنم. مرسی، منم یه مقدار قانع کردی از این که حساسیت نشون بدیم به این که واقعا معنی کلمات چیه. حق با توه، درست داری میگی. واقعا از گفتگو خوشبخت شدم، خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. فعلا خداحافظ. خیلی خوب، فعلا. من این میخوام برم، ولی خیلی حال میده با شما صحبت کردن، طول میکشه. برم دیگه، فعلا. خداحافظ. خوش گذشت. مرسی که از همه وقت گذاشتن. من واقعا لذت میبرم از این برنامه‌های زنده‌مون. فعلا ابلیس حافظ همه شما.